سخنرانی وزیر خارجه آمریکا درباره ایران در جمع ایرانی آمریکایی ها بحران محیط زیستی در ایران و اعتراضات مردم عراق علیه رهبران جمهوری اسلامی موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. استفنی مریک در گزارشی در واشنگتن فری بیکن با عنوان پامپو نمونه های مشخص فساد رژیم ایران را بر جست خواهد کرد می نویسد مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا یک شب سخنرانی عمده ای خواهد داشت که هدف از آن اعمال فشار بر حکومت اسلامگرا در تهران و حمایت از اعتراض مردم ایران علیه فساد حکومتی است اگرچه پامپو در این سخنرانی به طور مستقیم از تغییر رژیم دفاع نمی اما از خاص مشروع مردم ایران به خصوص خاص اقتصادیشان برای برخورداری از یک زندگی بهتر به عنوان بخشی از سیاست آمریکا در اعمال حداکثر فشار دیپلماتیک و انزوا حمایت خواهد کرد وزیر خارجه آمریکا قصد دارد به طور مستقیم با ایرانی آمریکایی ها صحبت کرده و اشتیاق آنها به ایجاد زندگی بهتر برای بستگان و دوستان آنها در زادگاهشان را دریابد ناصر کریمی و محمد نصیری در گزارشی در واشنگتن پست با عنوان رودهای خشک و مزارع خاک گرفته کشاورزان ایرانی رو به اعتراض میآورند می نویسند گروه کوچکی از کشاورزان در اطراف تراکتورهایشان در برابر ورودی شهر در مجاورت کانالی که پیشتر مزارعشان را سیراب می کرد و سالهاس خوش شده است گرده هم آمده بودند مصطفی بنیودی فریاد میزد ما مردم هستیم به ما کمک کنید آنها شب گرسنه نمی خوابند. کشاورزان پلاکارت در دست داشتند که مقام های کشور را مقصر خوش شدن مزارعشان معرفی می کرد. بر روی یکی نوشته شده بود تا کی نان در خون بزنیم. در شرایطی که موزلات اقتصادی از تورم تا بیکاری به تظاهرات مکرر در یک سال اخیر دامن زده است، اعتراض های کشاورزان ورزنه گسترده تر شده است. ست فرانسمن در یادداشتی در هیل به عنوان اعتراضات عمومی عراق برای آمریکا فرصتی برای برخورد با ایران در بغداد است مینویسد دوشنبه 16 ژوئیه معترضان عراقی در بسه پستر آیت الله خامنهای رهبر ایران را آتی زد و فریاد میزدند ایران بیرون اعتراض برای واشنگتن فرصتی فراهم کرده است تا به ارزیابی دوباره در سیاستش در برابر بغداد دست زده و پرداخت چک سفید به عراق را که نتیجهش تحکیم منافع ایران و تخریب منافع متحدان آمریکا در منطقه بوده است متوقف کند آمریکا نیازی به ادامه ارسال منابع مالی به بغداد ندارد خصوصا که نتیجه تقویت یک دولت مورد حمایت ایران در بغداد است در حالی که متحدان آمریکا در نقاط دیگر از جمله شمال عراق هستند